سلام به همگی، من شاهینم و به کانال فیلم بینشا خیلی خوش اومدید. امروز قراره تو این ویدیو بریم سراغ قسمت 7 و 8 سریال پیس میکر و یه بررسی روش داشته باشیم. اون ارجاعاتی که به کمیک بوکا داره رو بهتون بگم و نکات مخفی و ایسترگا و از طرف دیگه این مثل ویدیوهای قبلی سریال هم با هم دیگه بررسی میکنیم. و نکته دیگه که وجود داره، این بار میخوام به خاطر اینکه دیگه سریال تموم شده، اون رقصی که توی تیتراج اولیه سریال میبینید و یه تحلیلی بکنیم و یه بررسی کلی روی این مجموعه داشته باشیم و اون پایان عالی که برای اون در نظر گرفته بود باعث این شد که پیس میکر تبدیل بشه یکی از بهترین سریال های یک باشه که دیسی تا الان پخش شده. پس بهتره که اگه محتوایی که من میسازم و محتوای سینمایی خوشت میاد کانال رو سابسکرایب بکنی و زنگوله کنارش یا نوتیفیکیشن رو حتما فعالش بکنی تا وقتی که ویدیو جدیدی میسازم برات اعلام بیاد و خیلی راحت بتونی با کلیک کردن روی اون بیای و ویدیو رو تماشا بکنی. پس بزن بریم. بررسی سریال از قسمت 7 شروع میکنم. توی قسمت 7 اگه دقت کرده باشید اسم قسمت اینه که Stop Dragon My Heart Run. بعد از طرف دیگه این اسمی که روش گذاشتم برگرفته از آهنگی از استیو نیکه به اسم استوب درگین و اون حالا پسوند ادامهش هم با خودش داره. حالا اینجا به خاطر اینکه درگیری اجدای سفید با پسرش یعنی کریس یا همون پیسمیکره، اسمشو تغییر دادن از دراگون استفاده کردن و اون قسمت دومی هم که براش در نظر گرفتم به خاطر اینه که احساسات کریس اینجا بهش ضربه وارد میشه و میشه گفت یه تورایی با خودش درگیر و اون قسمت احساسی که کریس داره رو که توی قسمت 6 هم دیدیم موقع که پیانو میزنه رو توی این قسمت بیشتر هم میبینیمش. با پیانوی که کریس آخر قسمت 6 زد به ما نشون دادش که احساسات خیلی زیادی داره و یه طوری تو ظاهرش اونطوری خودش نشون میده که من آدم بی احساسی هستم و اون ترک آهنگی که داشون با پیانو میزدش توی این قسمت متوجه شدیم که دقیقاً آخرین آهنگیه که با برادرش داشت گوش میدادش. دقیقاً همونجا تو همون سکانس میتونید روی زمین آهنگای مختلف متال رو ببینید که اون جلال آلبومش رو روی زمین میذارن، مثل جودی کیس و از طرف دیگه مالتی کرو و یکی دیگه هم هست که اونو توی ماشین هم داشتن گوش میدادن که اسمش Poison Look What The Cat Drag که همون ترکی بودش که پیسمیکر توی ماشین گرفتش و نشوند و گفت این موزیکو بذارم گوش بدیم که آخر سر یه مقدارشو گوش دادن. تو این قسمت یه جای لیدا به یکی از فیلم‌های علمی تخیلی تقریبا کمدی اشاره میکنه که فیلم قدیمی از تیم برتون به اسم حملات مریخیا که میدونم که این فیلمو شاید خیلیاتون ندیده باشید، ولی خب فیلمیه که ارزش یک بار دیدن رو داره. بهتون پیشنهاد میدم که این فیلمو نگاه بکنید. قسمت 7 دقیقاً جاییه که همه به اون چیزایی که مخفی دارن اعتراف میکنن. مثلا پیسمیکر به این اعتراف میکنه که پدرش اونو دوستش نداره و ازش متنفره و از طرف دیگه لیدا میاد اعتراف میکنه که توی گذشته خودش چجور شغلش از دست داده و چطوری مادرش اومده این کار جدید رو بهش پیشنهاد داده. همه این اعترافات باعث شد که هر کارکتری توی اون نقش جدیدی که داره فرو بره. مثلا پیسمیکر توی نقش قهرمان بره و از طرف دیگه لیدا به عنوان یه جاسوس باشه. و نکته دیگه که میمونه این وسط اینه که این بار هاردکور میاد و تبدیل به رهبر این تیم میشه، مثل اتفاقی که توی کمیک جوخه انتحار براش افتاد. نکته جالب دیگه که توی این قسمت وجود داره اینه که اگه دقت کنی دوزی زیاد شده، ماشینا رو دوزی زدن و از طرف دیگه یه دوزی بزرگی که بود اونجا بود که پروانه ها اومدن و بدن آدما و اون نیروی پلیسی که اونجا بود و همه رو دزدیدن و مال خودشون کردن. جیمز گان گفته بود که این فصل به خاطر اینه که کریس یه طوری خودش رو به خاطر مرگ ریک فلگ ببخشه و از طرف دیگه خب انتظار اینم نمیرفتش که اول لیدا رو ببخشه، به خاطر همین هم هستش که اول خودش رو بخشید و با خودش کنار اومد بعد هم لیدا رو بخشیدش. اونجا که پیسمیکر توی روز اومد اون کلاهش رو بس به یه دوم راکون و راکون تو جنگل میره یه مقدار عجیب بود، به خاطر اینکه راکون ها معمولا شبا بیرون میرن حرکت میکنن، صبح پیدا کردنش یه مقدار سخت و دشواره. ولی خب همه اینا داشت اشاره میکرد به اون اتفاقی که برای راکت توی فیلم گالکسی گاردین افتاد و
اونجا که تو جنگل ردیابیش کردن و گرفتنش. مورن یکم مرگای دلخراشی رو داشتش که توی سریال میتونستیم نگاه بکنیم و قسمت احساسی توی قسمت هفتم بود و نکته‌ای که میمونه اینه که اونجایی که دستش رو آورد و هاردکور بهش زد، میشه گفت این یه نشونه‌ای بود برای این که بهش بگه این به بعد تو رهبر تیم هستی و تو باید ادامه مسیر رو جلو بری. اونجایی که دیدو کریس داشت دست افراد پدرش که یه سری روبالشی رو کلشون بود فرار میکرد، خیلی شبیه به سکانس فیلم رایدر آف ده لاس آرک بودش. توی درگیری که کریس با پدرش داشت و معارضه که داشته، این نکته جالبی وجود داشت، اونم این بودش که پدرش گفت من دقیقا میخوام کاری رو بکنم که ابراهیم با پسرش کرد، ولی خب مثل اینکه داستان یا تا انتها نخونده بوده یا بهش کچ فهمونده بودن، چون تو داستان حضرت ابراهیم داریم که اون پسرش رو میخواد قربونی بکنه، اونم به دستور خدا، ولی خب از طرف دیگه خود خدا بهش میگه که نمیخواد این کارو انجام بدی و بذار پسر زنده بمونه و به جاش گوسفند قربونی میکنه. ولی اینجا مثل اینکه پدر کریس داستان رو بد فهمیده بود، یا اینکه فقط اول قضیه رو خونده بود و اومده و کریس رو بکشه دیگه، حالا یه بهونه میخواست یه چیزی هم گفته بود. اونجایی که میبینیم آدریان میاد میپره روی پدر کریس و بعدش میگه این لباس شکافا و نقطه ضعفای زیادی داره، دقیقا برمیگرده به اون قسمتی که با کریس رفته بودن کلاه و اینا بردارن، از اون اتاق مخفی پدر کریس لباس بابای کریس رو دید که اونجا آویزون و برگشت بهش گفتش که این لباس نقطه ضعفای زیادی داره. وقتی که اون میاد پدرش رو میکشه، نکته‌ای که وجود داره دقیقا برمیگرده به اون قسمتی که اون پیرمرد همسایه فضولشون اومد بهش میگه بتمن خوبه و این حرفا داشتن با هم دیگه بحث می‌کردن، کریس یه حرفی زد و اونم این بودش که بتمن آدمای شرور رو نمیکشه و اون مردونگی نداره، و اینجا خودش پدرش رو میکشه تا نشون بده که یه آدم شرور رو باید کشت. خب تا اینجا هرچی که گفتم مربوط به قسمت هفتم بود. از اینجا به بعد میریم سراغ قسمت هشتم و از طرف دیگه رو بررسی که رو خودش دارم که انجام میدیم به کنار. این بار قراره که اون رقصی که توی تیتراژ بودن هم با هم دیگه تحلیلش بکنیم. قسمت هشتم با یه آهنگ زیبایی شروع میشه به اسم In You Really Really Love Me، که دقیقاً این آهنگ از استیو پانتره و داره یه اشاره خیلی جالبی به شخصیت توی سریال می‌نازه، و اونم اینه که داره محبت اونا رو نشون میده و میخواد بگه اونا همه دارن تلاش میکنن که اون نیت خوب و محبتشون رو به همدیگه نشون بدن. مثلا لیدا میخواد وفاداری خودش رو نشون بده، از طرف دیگه هاردکور میخواد نشون بده که رهبر خوبی و میتونه این تیم رو خیلی خوب اداره بکنه، جام میخواد نشون بده که میتونه مورد تایید بقیه باشه، گاف میخواد نشون بده که میخواد به زمین کمک بکنه، آدریان و عقابی هر دوتاشون میخوان نشون بدن که کریس خیلی دوستش دارن و بهترین دوستمونن، و خود کریس به عنوان کسی که دیگه این بار از زیر سایه پدرش بیرون اومد و دیگه اون فشار روش نیست، میخواد نشون بده که اون یه قهرمانه. اسم این قسمت ایسکا اور نیور که برگرفته از یه آهنگ از آلویس به اسم ایتس ناو اور نیور، که این آهنگو اینا داره یه اشاره میکنه به دست جنگ کشیدن و یه طوری صلح داشتن، و خب این اشاره که داره میکنه برمیگرده به اون حرکتی که پروانه ها دارن انجام میدن و اون حرفی که گاف به کریس زدش. وقتی که میبینیم لیدا میگه که بهتره که به لیگ عدالت بگیم بیا تا به ما کمک بکنه، داره یه ادای احترام قشنگی جیمز گان به این کاراکترها و این شخصیت‌ها میکنه، و این حرکت رو ما یک بار توی فیلم انتمن دیده بودیمش که اون خودش میاد صحبت میکنه و میگه بهتره که به اونجر بگیم بیادش. اینا همه یه ادای احترامی به اون تیمای اصلیه و کاراکترها و شخصیت‌های اصلی، و جیمز گان تو این قسمت خیلی حرکت قشنگی انجام داده که بجز این که فقط اسمشون رو میاره، این بار میبینیم که کاراکترها رو میاره و به ما نشونشون میده. و نکته جالبی که هستش اینه که تو این قسمت میبینیم که حرف از گرین آرو هم میشه، که نکته‌ای که وجود داره اینه که تمام سریالایی که الان از DC داره پخش میشه و دنیایی که به وجود اومده استارتش از این سریال بوده، و میشه گفتش یه ادای احترامی به این کاراکتر و این سریال هم میکنه. اگه دقت کنید هر وقت که توی فیلم اسم یه ابرقهرمانی میادش و یه هیرو رو اسمشو میارن، کریس سعی میکنه از اون بد بگه و یه طوری رفتار میکنه که انگار اون شخصیت به درد نخوری و خودش آدم خوبیه، که همه اینا داره نشون میده که اون حسودی میکنه به قهرمانای DC،
به خاطر اینکه مردم اونا رو حمایت میکنن و ستایش میکنن و میرن سمتشون و اونا رو دوستشون دارن، ولی خب پیسمیکر رو اونطور که باید و شاید کسی نمیشناسه و زیاد بهش علاقه ای ندارن. این چیزایی که دارم میگم و میتونید از اون تیکه روزنامه‌ای که اونو به عنوان قهرمان خونده بودن و که روی دیوار اتاق زده بود متوجه بشید. به خاطر همین هم هستش که میبینید به خاطر اینکه بخواد خودشو بالاتر بباره و نشون بده که آدم خوبیه، میاد کاراکترها و قهرمانا رو یه طور با تیکایی که میندازه و حرفایی که میزنه تخریب میکنه که اونا رو کوچیکتر نشون بده و خودشو بزرگتر و بالاتر ببره. اون سکانس خیلی جالب و بامزه‌ای که کریس داره سعی میکنه به عقابی یاد بده که بگه آقا برو این کلا رو بنداز رو اون سقف اون خونه، دقیقاً شبیه به سکانسیه که توی گالکسی گاردین دیدیم، اونجایی که راکت داره به گروت میگه که این دکمه رو میگیری و بعد یه تایمی رو ساب بکنی بعدم فشارش بدی منفجر بشه. دقیقاً خیلی شبیه اون سکانسه و اینم خب جز حرکت‌های قشنگیه که جیمز گان این بارم انجامش داد. یه نکته‌ای تو این قسمت وجود داشت، اونم جایی بودش که کریس پدرش رو دید و به سمتش حالا اون دارته رو پرتاب کرد و نکته ای که وجود داره و تو چشم میاد اونجاست که دقیقاً جایی که پدر کریس وایستاده و کلاش هم همونجا افتاده بود. حالا ما نمیدونیم جیمز گان قراره چه حرکتی انجام بده و قراره این به بعد اون توی فصل بعدی مثلا یه مقدار توهمات ذهنی داشته باشه که حالت الهام مانند باشه و بهش کمک بکنه، یا اینکه نه پدرش یه حرکتی انجام داده بود و یه پیوندی با ذهن خودش و اون کلاهی که درست کرده بود گذاشته که یه طورایی مثلا کریس میتونه اونا رو ببینه و متوجه بشه. این نکته ایه که توی فصل دوم احتمالاً جیمز گان خیلی بیشتر بهش توجه میکنه و قراره یه مقدار بازسرش کنه. اون گاوم که دیدینش خیلی شبیه به اون ستاره دریایی بودش که توی جوخه انتحار دیدیمش، همونطوری بزرگ و عجیب و چشای درشت و اون چیزایی که توی فیلم جوخه دیده بودید. جان تنها شخصیتیه که تو این تعداد قسمتایی که از این سریال ما دیدیمش به اون احساساتی که داره کاملا اعتراف کرد و فهمون به بقیه که چقدر تنهاست و دوست داره مورد تایید بقیه باشه و چند تا دوست داشته باشه که دورورش باشن و از اون تنهایی در بیاد. و نکته دیگه که وجود داره اینه که تو اون سکانسی که اون داشت فرار میکرد و اون پروانه ها دنبالش بودن خیلی شبیه فیلم بادی اسنچر بود و اونجایی هم که ریختن سرش خیلی شبیه به سکانسایی بود که تو هر فیلم زامبی محوری میبینید که میریزن روی یه نفر رو میخوان بخورنش. حالا اینجا داستان فرق داشت. بریم سراغ اون سپری که از پیسمیکر دیدید. مطمئنم کسایی که فیلمای مارول هم دنبال میکنن بعد از اینکه اون سپر رو دیدن دقیقاً یاد سپر کاپیتان امریکا افتادن، اونم تو اون قسمتی که تو جنگ جهانی دوم بود و مبارزه میکرد، که این سپر دقیقاً برگرفته از همون سپره چون دقیقاً همه چیزش همون شکلیه، فقط آرمش تغییر دادن. اگه دقت کنید اون جنگ پایانی که میخواد شروع بشه اون موزیک تیتراژ روش پلی میشه و اون درگیری‌ها رو شروع میکنن. خود جیمز گان گفته بود این موزیکی که توی تیتراژ من درست کردم و از طرف اون رقصی که میبینی با قوس شخصیتی کاراکترها همخونی خاصی رو داره دنبال میکنه. حالا میریم به اون رقصی که توی تیتراژی نگاهی بندازیم. حالا من متخصص رقص مدرن و این حرفا نیستم، ولی خب یه نگاهی بهش میندازم و یه طورایی اون تفسیر و تحلیلی که توی ذهنم رو با اون اتفاقاتی که توی فیلم افتاده رو کنار هم دیگه میذارم، امیدوارم که خوشتون بیادش. خب تیتراژ این سریال و اون رقص با پیسمیکر شروع میشه. میبینید که نور روی اون میفته و اون چهرهش رو نشون میده که تنهاست و دورورش هم تاریکه و جلوش هم چند تا نور سفید دیگه ای میندازه که داره نشون میده اون یه مقداری از دنیا پرت و میشه گفت یه دنیای کوچیکی داره و از طرف دیگه به خاطر اینکه برای دولت کار میکرده ریک فلگ رو اونطوری میکشه و یه عذاب وجدانی رویشون هاش میفته، از طرف دیگه به خاطر درگیریایی که با پدرش داشته و اینکه پدرش روش فشار می آورده یه سری مشکلات اینطوری داره و هیچ دوستی نداره و هیچ کی اونو به چشم یه قهرمان و آدم درست نشون نمیده و معنی اون صلحی که اون تو ذهنش داره با اون صلحی که توی دنیا وجود داره متفاوت و همه اینا داره نشون میده که اون بیشتر درگیر اینه که احساساتش رو نشون نده و دنبال مردونگی و اون مسیریه که داره پیدا میکنه و جلو میره.
بعدش اگه دقت بکنم اون با دستا چشاشو میپوشونه و بعدش دو مرتبه دستاشو ور میداره. این حرکت داره نشون میده که نگاهمون به دنیا تغییر کرده و داره چیزای جدیدتری رو میبینه و میبینیم که نور محیط هم تغییر میکنه و یه مقدار حالا هواش عوض میشه. و نکته بعدی که وجود داره اینه که دو تا دوستای صمیمیش یعنی لیدا و آدریان هم میان کنارش و شروع میکنن به رقصیدن. اگه دقت کنید وقتی که این دو نفر به رقص اضافه میشن، رقصشون خیلی هماهنگ با پیسمیکر و ستایی دارن یه حرکت خیلی هماهنگی رو انجام میدن که این داره نشون میده که اونا هر ستاشون توی زندگی یه سری مشکلات و اتفاقات مشابهی سرشون اومده، به خاطر همدیگه خیلی شبیه به همن و همدیگه رو درک میکنن. و بعدش یه حرکتی میبینیم که انگار یه کلاهی رو رو صورتشون ور میدارن یا یه حالا نقابی رو ور میدارن، یه همچین حرکتی داره دستشون که این خودش داره یه اشاره ای میکنه به اتفاقاتی که توی سریال دیدیم. خب میدونید که آدریان خودش همیشه یه کلاه نقابی روی صورتش هستش، ولی خب ورداشتن اون داره نشون میده که اون در طول فیلم اگه دقت بکنه روی لباسش و اون کلاهی که رو سرش بود خیلی حساس بود و وقتی اونو میذاشت تبدیل میشه به اون شخصیت که هستش، ولی اونو برمیداشت میگه من اون نیستم و یه طوری از زیرش تفره میره. ولی اگه دقت کنی در ادامه دیگه این مشکلش حل شد و داشتش از طرف دیگه لیدا رو نشون میده که میشه گفت اون حرکتی که داره لیدا انجام میده به خاطر اینه که اون به عنوان دختر آماندا والر به بقیه دروغ گفته بود و چیزی رو نگفته و به عنوان یه جاسوس دو جانبه ای داشت کار میکرد. و از طرف دیگه اگه بخوام در مورد کریس صحبت بکنیم میشه به این اشاره کرد که اون همیشه احساسات خودش رو مخفی میکرد و میگه من هیچ احساساتی ندارم، ولی خب دیدید که تمام این چیزایی که دارم میگم در طول این 8 قسمت که از سریال پخش شد متوجه شدید که همه اینا کنار رفته و چهره اصلیشون رو دارن نشون میدن. بعدش میبینید که هارکور و مورانو نشون میده که مثل عروسکای خیمه شب بازی دارن میرقصن و جلو میان، که این داره نشون میده هارکور تحت کنترل والره و از طرف دیگه هم مورن هم تحت کنترل اون پروانه ایه که توی ذهنش و تو مغزش رفته و تو بدنش قرار گرفته. و از طرف دیگه جان میبینیم که به اونا اضافه میشه و اونم داره رقصی مشابه اون دوتا انجام میده که نشون میده اونم تحت کنترل این دو نفره. نکته که تو رقصیدن هارکور و مورن اگه دقت کنید اولش کنار هم دیگه بیرون میاد، بعدش هارکور یه پله جلوتر وای میسته به خاطر اینی که داره نشون میده در آینده قرار اون رهبر تیم باشه. و بعدش هم اگه متوجه بشید و دقت کرده باشید این کاراکترها میان کنار هم دیگه با هم هماهنگ میشن و یه رقص هماهنگی رو انجام میدن، که این داره اشاره به این میکنه که خب اینا قراره با هم دیگه یه تیمی باشن و در آینده هم ارتباطشون با هم دیگه خیلی بهتر میشه و تبدیل به یه خانواده میشن. بعدش توی سکانس میبینیم که پیسمیکر اسلحه خودشو در میاره و جلوی چشش میگیره و نشونه میگیره و شلیک میکنه. و بعد از اینکه اون گوله رو شلیک کرد میبینیم که دوربین میره و از سمت پیشونی پدرش میادش رو به عقب، که داره اشاره دقیق به اون اتفاقی که برای پدر کریس افتاد میکنه و میگه که اون پدرشو با گوله‌ای که توی پیشونیش میزنه میکشتش. و میبینیم که از پشت پدرش هم دوستاش بیرون میاد. خب کریس کسی بود که همیشه سعی میکرد رضایت پدرش رو به دست بیاره و یه طوری یه کاری بکنه که اون ازش خوشش بیاد. و از طرف دیگه وقتی دوستش از کنارش بیرون میان داره نشون میده که اونا سعی میکنن که رضایت کریس رو جلب بکنن و یه کاری میکنن که اون محبتی که به اونا میکنه رو یه طوری از اونا هم دریافت میکنه و یه دوستی پایداری بینشون به وجود میاد، چیزی که تو ارتباطش با پدرش نداشت. و بعدش هم جان میتونید ببینید که یه رقص تنهایی و متفاوتی رو انجام میده که داره اشاره به همون منزوی بودنش از طرف دیگه، چون دوستی رو نداره و دوست داره که مورد تایید بقیه باشه رو نشون میده. بعدش هم میبینید که گاف و اون مامورای پلیس هم به رقص اضافه میشن و اگه دقت بکنید دستشون روی صورتشون میکشن و ور میدارن. این حرکتی که دارن انجام میدن داره اشاره به این میکنه که اونا قبلا آدم بودن و بعدشون پروانه ها میان اونا رو تحت کنترل خودشون قرار میدن. و بعدش هم اگه دقت بکنید رقصشون و حرکات های دستی که دارن انجام میدن شبیه بال زدن پروانه است. بعدش هم اگه دقت بکنید اون مرد نظافتچی میاد و یه رقص کوتاه نیمه ای جلو میره، مثل اون چیزایی که ازش توی سریال دیدیم، اون تعداد تایمی که توی نقشش بود و ما دیدیمش رو نشون میده با اون حرکتش. و از طرف دیگه اون پیرمرد همسایه فضول پدر کریس رو میبینید که میادش و یه رقص ریز و نرمی انجام میده و یه حالت خاصی رو داره و ظریف داره این کار انجام میده، داره نشون میده که اون کسی بود که خیلی ظریف و قشنگ و تمیز روی اعصاب پیسمیکر را میرفت و
روی مغز و اعصاب اون یه کاری میکرد که نشون بده که اون آدم خوبی نیست و اون یه شرور و قهرمان نیست و این حرفایی که دیدید. اون پرشی که یه دفعه آدریان هم وسط این رقص داره، داره اشاره به اون حرفا و دیالوگای طنز و مسخره که بعضی وقتا وسط حرفای جدی بقیه میزد میکردش. اون پرتابش داره این نشون میده که اون یه سری حرفا رو همیشه وسط مینداخته، یه سری تیکه مینداختش. بعدش هم اگه دقت کنید همه تو این رقص با همدیگه هماهنگ میشن و یه کاری انجام میدن. همه اینا داره نشون میده که جیمز گان به عنوان کسی که کارگردان و حواسش به این فیلمه، اون کسی که به اینا دستور میده که چه کاری انجام بدن و اون رقص که دارن انجام میدن به خاطر دستور اونه. و نکته دیگه که اینجا میمونه اون قسمتیه که میبینید اون استاد جودوه از زیر زمین میپره بیرون و این داره به چی اشاره میکنه؟ داره به این اشاره میکنه که اگه توی فیلم دیده باشید اون هر موقع که وارد سکانسی شد به صورت یه دفعه ای اومد پرید و یه حرکتی انجام داد، مثل اون قسمت اولی که دیدید و اونجا که با بیسمکه تو پارکینگ درگیر شد و اتفاقات مشابهی که بارها دیدیمش. اونجایی که به این رقص عقابی اضافه میشه اگه دقت بکنیم اون حرکت بالی که میزنه بقیه هم دستاشون یه تکون ریزی میدن. این نشون دهنده اینه که اونا هم این سریال رو تازه تموم کردن، مثل اونجا که عقاب نشست و یه بالی نشون میده، اونم داره نشون میده که اونا این سریال رو تازه تموم کردن و این تیتراژ حالا گرفتن براش. خب برگردیم به مبارزه نهایی و اون آهنگی که دارید میشنوید، آهنگ تیتراژ و کلماتی که توش به کار رفته داره یه اشاره میکنه به اون دروغایی که کاراکترهای ما به خودشون گفتن. این دروغا مثل چیه؟ مثل رنگ ریش جان که حرفی ازش نزده بود، یا لیدا که نگفته بود مادرش آمانداست، و از طرف دیگه مورن که رو نکرده بود پروانه‌ایه، و دروغایی که کریس هرور به خودش میگه. حالا بریم سراغ اون حرفی که گاف به کریس زد و برای چی اونو کشتش. خب گاف اومد گفتش که ما داریم کمک میکنیم بهتون و ما میخواییم کاری بکنیم که شما بلد نیستید، و این حرفایی که داشت میزد دقیقا توی مغز کریس داشت چی پلی میشد، حرفایی که پدرش به اون میزد و اون تحت فشار بودن و یه طوری تحت سلطه بودن یه نفر دیگه، و همین باعث این شد که سمت اون تیراندازی بکنه و بکشتش. اون دوست داشت دیگه آزادانه زندگی بکنه، بعد از اینم که باباش مرد دیگه کسی نبود که بخواد به اون فشار بیاره و دوست نداشت کسی برای بقیه مردم دنیا هم این کارو انجام بده. و یه نکته دیگه ریزی که اینجا وجود داره اینه که حتی میشه اینم از این نگاه کرد که چون پدرش یه سری چیزا بهش یاد داد و تو ذهنش دیکته شده، به خاطر همینه که اونو با گوله زد کشتش، چون آدمایی که نزدیکش بودن همیشه آسیب میدیدن، مثل اون اتفاقی که مثلا برای ریک فلگ افتاد. همه اینا میشه گفت در کنار هم دیگه اون اتفاقاتیه که توی ذهن کریس بوده و هست و داره یه چیزایی تغییر میکنه. در آخر هم شما گروه عدالت رو میبینید که اگه دقت بکنید بتمن اونجا نیستش. و نکته دیگه که وجود داره اینه که چون فقط چهره آکومن و فلشانشون میده، به خاطر اینه که اونا در حال حالا فیلم ورداری فیلمشون هستن، اون گریم و حالت رو دارن، اومده بودن به فیلم اضافه شده بودن، ولی خب سوپرمن و واندر وومن رو نشون نمیده به خاطر اینکه اونا شخصیت‌ها و بازیگرای اصلیشون نیستن و از راه دور فقط نشونشون میده. و نکته دیگه که میمونه اینه که این سریال پایان خیلی خوب و عالی داشت و تونست یه جمع‌بندی خیلی خوبی بکنه این فصلو، و دیدیم که هر کدومشون تونستن به اون آرامشی که میخوان برسن و یه طورای ذهنشون از اون فشارهایی که درگیرش بودن راحت شد و تونستن یه مقداری با آرامش توی مسیری که روبروشون هست حرکت بکنن. و نکته ای که میمونه اینه که بعد ببینیم برای فصل دوم جیمز گان چه چیزی تو ذهنش هست و قرار با کاراکترهای ما چی کار بکنه. خب اینم تمام اتفاقاتی که توی قسمت هفتم و هشتم سریال پیس‌میکر اتفاق افتاد و با هم دیگه همه چی رو بررسی کردیم. و ببخشید که مقدار تایم زیاد شد، چون قسمت هفتم زیاد نکته نداشت، گذاشته بودم که قسمت هشتم بیاد همه رو کنار هم دیگه بررسی بکنم. بعدش نگاه کردم دیدم اون تیتراژ که روی سریالم هست جیمز گان ازش حرف زیاد زده، به خاطر این گفتم بیام یه تحلیلی هم رو اون داشته باشیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و اگه خوشید اومده حتما اونو لایکش بکنید و این ویدیو رو با دوستاتون که طرفدار دی سی و پیس‌میکر هستن به اشتراک بذارید و بذارید اونا هم این ویدیو رو تماشا بکنن. و خودتون و دوستاتون اگه نظری دارید و نکته‌ای توی فیلم دیدید که من متوجه نشدم، حتما تو قسمت کامنت‌ها با همون در میون بذارید که هممون اطلاعات سینماییمون بالا بره و 4 تا چیز جدیدتری یاد گرفته باشیم. خب دیگه حرفی نمیمونه تا ویدیو بعدی. بدرود.